افزایش داد و ستد میان افغانستان و ازبکستان. رسانه دولتی ازبکستان در گزارش گفته است که در 10 ماه نخست سال روان میلادی برزش نزدیک به 1 میلیارد دلار با افغانستان داد و ستد انجام شده. بر بنیاد این گزارش ازبکستان برزش 855.9 میلیون دلار به افغانستان صادرات و برزش 28.3 میلیون دلار از افغانستان واردات داشته است. با این حساب افغانستان یکی از کلیدی ترین شرکای صادراتی ازبکستان در این مدت به شمار می رود. در بخش دوم محور امشب می پرسم فرصت ها و چالش ها در زمینه تجارت افغانستان با ازبکستان چیست و چرا سهم صادرات افغانستان با ازبکستان اندک است. پیش از آغاز بحث در این مورد با مهمانانم بیننده گزارش در همین پیوند باشد. رسانه دولتی ازبکستان در گزارش میزان تجارت خارجی این کشور را در 10 ماه سال روان میلادی نشر کرده و در این گزارش کشورهای روسیه، چین، کازاخستان، ترکیه، افغانستان، فرانسه و قرقیزستان را از کلیدی ترین شرکای صادراتی ازبکستان در این مدت خوانده است. بر بنیاد این گزارش ازبکستان برزش 855.9 میلیون دلار به افغانستان صادرات و برزش 28.3 میلیون دلار از افغانستان واردات داشته است. یکی از شریکای بسیار خوب ما در این منطقه ازبکستان است که ما زیادترین واردات از او میکنیم و حتی ترانزیت ما از او را بسیار زیاد میکنیم. در اینجا شک نیستن که تنها مواد غذایی حتی گندم و آرد حتی از اونجا آورده میشن. بعضی وقتا مواد سوخت ما از اونجا میارن، اما مواد اکثر مواد مصرفی از لبنیات گرفته از حبوبات یا کلشان ما از ازبکستان میریم. در سوی دیگر وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که افغانستان اکنون با ازبکستان روابط ترانسپورتی خوب دارد و روزانه تا 650 موتر باربری افغان در شهرهای مختلف این کشور رفت آمد میکنند. فعلا هر روز لروی ساتونه که حدودا 650 لاری ازبکستان هیواد تا دیدوی مختلف خارونو تا تک کوي صادرات واردات کوي. د افغان لارۍ دي، ازبکي لارۍ هم افغانستان ته په سلګونو راځي، د افغانستان څخه ترانزیت هم کوي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې پراختیا اسانتیا راغلې ده او د توکو بیو باندې په تجارت باندې په هره برخه کې دا مثبت تاثیر کوي. برخی از بازرگانان میگویند که برای افزایش تجارت با ازبکستان نیاز است تا مقامهای دو طرف سهولتهای بیشتر را در بخشهای ویزه بازرگانی و ترانسپورت فراهم کنند. از رهبری وزارت محترم خارجه که همراه تاجرا همیشه کمک میکنند و سهولت بیشتر را ایجاد میکنند، ما نیازمند ازیر داریم که برای ما ویزه تجاری تمام کشورها را سهولت بتن و ما بتانیم به طریق سهل ویزه را به دست بیاریم و صادرات و واردات و فروشات خود را به طور درست داشته باشیم. ازبکستان از کشورهای آسیای میانه است که بیشترین داد و ستد را با افغانستان دارد و چندی پیش این کشور قرارداد اکتشاف و استخراج گاز ساحه توت میدان ولایت جوزجان را به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار برای مدت 10 سال با وزارت معادن و پترولیم به امضا رسانید. مهمانان این بخش برنامه محور آقایان خیرالدین مایل، معاون عملیاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از طریق خط اسکایپ وصل هستند و محمد کریم عظیمی، آگاه مسائل اقتصادی، اینجا در استودیو با من حضور دارند. بسیار خوش آمدید مهمانان گرامی. آقای مایل، خوب داد و ستد میان افغانستان و ازبکستان بیشتر شده با توجه به گزارشی که نشر شد و گزارشی که داشتیم، فکر میکنین دلیلش چی است و چقدر یک گام مثبت میتونه باشه؟ سلام خدمت شما، خدمت جناب عظیمی صاحب، مهمان گرامیتان و بیننده های نهایت محترم. خدا را شکر است و ملت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان به این آرزو و این حقیده هست و تلاش دولت افغانستان هم به این هست که روابط تجاری و افغانستان با تمام همسایه های بیبود بیافه، خوب شوه و سهولت های ایجاد شوه. یکی از این کشورهای همسایه کشور ازبکستان است که لله الحمد در این سال روان روابط های تجاری ما با کشور ازبکستان خیلی ها خوب شده، بهتر شده، چی در عرصه واردات و چی هم در عرصه صادرات و در عرصه ترانسپورت و ترانزیت که در این راستا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان
وزارت محترم صنعت و تجارت، کمیسیون اقتصادی و وزارای محترمی که دخیل است مثل وزارت محترم و خارجه و سایر ارگانهای دولتی تلاش دارند که روابط خوبتر و بهتر با کشورهای همسایه و بالخصوص با ازبکستان داشته باشیم. نشست ها و سفرهایی که هموطنان عزیز ما شاهدش هستند در این اواخر با کشور همسایه ازبکستان داشتیم، اینا ثمرش و یا بدست آمدنش همی بهتر شدن روابط اقتصادی و تجارتی ما هست که در گذشته ها ما مشکلات های زیادی داشتیم که از مسیر ایرتان به ازبکستان اجازه عبور برای تاجرها و یا بعد کسایی که ویزا داشت نبود و ترانسپورتیشن ما نمیتونست که این لاریای باربری افغانستان به کشور ازبکستان و یا از طریق کشور ازبکستان به دیگر کشورهای آسیای میانه عبور بکنند و به همین شکل مشکلات هایی را در صدر راه سکتور خصوصی افغانستان داشتیم. با همی نزدیک شدن دولت ها و صحبت های مکرر اقتصادی و نشست های تجارتی ما آل آهسته آهسته به طرف بهبود میریم و هم تجارت ما بهتر شده و هم صادرات ما خوبتر شده و ترانسپورت و ترانزیت ما هم حال وسایل نقلیه افغانستان میتونه که از مسیر مرز حیرتان ترمز داخل ازبکستان شوه و از ازبکستان در شهرهای مختلفش. اما آقای مایل، مورد اساسی است که بیشتر نفر کی میبره؟ حال به اساس آنچه که نشر شده از طرف رسانه ازبکستانی، از میان نزدیک به $1 میلیارد که $855 میلیون به افغانستان اینها صادرات داشتند و تنها در حدود $30 میلیون، یعنی 28.3 میلیون ما تانستیم به او کشور کالاهای تجارتی خود را به فروش برسانیم. چرا فکر میکنین این گونه است وضعیت؟ فکر نمیکنین اصل سود را ازبک ها کرده؟ ببینید برادر، در قدم اول خو این ارقام ارقامی است که اونایی را به نشر و پخش رساندیم و ما در رابطه با این ارقام هنوز چیزی گفته نمیتونیم، ولی که ما یک کشوری هستیم که نیاز داریم که با کشورهای همسایه ما روابط ما هادی شوه و نیازمندی های ما مرفوع شوه. ما که از اون طرف واردات خود داریم، شاید در بندرها و سرحدهای دیگه ما مشکلات های خود داشته باشیم. زمانی که در این سرحد و یا در این بندر ما مشکلات نداریم، میتونیم کالاهای مورد نیاز هموطنان را ما هزی مسیر یعنی به سادگی انتقال بدیم و به دسترس همشهری های ما قرار بگیره. و به همون شکل که واردات ما وقتی همین ارقام را که شما از طریق گفته های رسانه های تلویزیون ازبکستان میگین، یعنی صادرات هم کم صادرات نیست، ما به تازگی دست یافتیم به این صادرات و ما امیدوار هستیم که هم دولت افغانستان و هم دولت ازبکستان شرایط هزی هم بهتر بسازد تا ما دانسته باشیم این را گسترش بتیم. بیلانس صادرات و واردات ما زمان یعنی مساوی شده میتونه، زمان طرف بهبود و خوبتر شدن میره که او وقت ما از حالت وارداتی براییم در یک حالت تولیدی بریم، در حالت صادراتی درست. بریم. اما آقای مایل، آیا یکی از آرزوی مردم و سکتور خصوصی افغانستان؟ دقیق، شما به عنوان معاون عملیاتی اتاق تجارت سرمایه گذاری از رابطه تجاری با ازبکستان راضی هستین؟ یک رابطه در حد قناعت است؟ ما از رابطه که با کشور ازبکستان داریم و بالخصوص در این سال روان، روابط دولت افغانستان و دولت ازبکستان بهتر شده، از این کاملا راضی هستیم و تقاضایی را داریم که نه تنها ما با ازبکستان روابط خوب داشته باشیم، با سایر همسایه ما روابط خوب داشته باشیم، ولی ما پیشنهاد داریم هم بر دولت افغانستان و هم بر دولت ازبکستان که باید شرایطی را که بهتر ساختن تجارت و صنعت است، شرایطی را که در صادرات واردات دو طرف یعنی مفید تمام میشه، ما او را خواهانش هستیم. ما قناعت به این نمی کنیم که ما برای ما سهولت آمد و ما تانستیم کالاهای مورد نیاز ما را از کشور وارد کردیم. ما میخواییم که ما هم صادرات ما تقویت بیافت، ما میخواییم که صادرات ما در مارکت ها
جای پیدا کنه. ببینید کشور ازبکستان یک مرزی است که ما از مسیر کشور ازبکستان از سرحد حیرتان ترمز میتونیم وارد آسیای میانه میشیم. اگر ما تا شرایط برای ما بهتر شود، شرایط برای ما مساعد شود، ما نه تنها برای خود تنها کشور ازبکستان، ما از این مسیر میتونیم که به اکثر کشورهای آسیای میانه حتی بر روسیه ما دسترسی پیدا کنیم بر کالاهای صادراتی ما. ما در این راستا از دولت ها خواهش داریم، پیشنهادات داریم که شرایط از هم برای ما بهترتر شود. خیلی سپاسگزار، برمیگردیم به شما. آقای عظیمی، شما چگونه به بررسی میگیرین رابطه تجاری افغانستان با ازبکستان را، مخصوصا ای که خب در 10 ماه گذشته صادرات و وارداتی که شده بین دو کشور چگونه به بررسی میگیرین؟ فکر میکنین چرا سهم صادرات افغانستان به او کشور اندک است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما، بیننده شما جناب مایل صاحب. واقعا 3 کشور آسیای میانه که از جمله ازبکستان و ترکمنستان و تاجکستان است که مرز مستقیم با افغانستان داره، ازبکستان به مسابه یک کشوری که در طول تاریخ خصوصا در 100 سال اخیر که ما میبینیم هیچ نوع مخالفت با هر نظامی که در افغانستان آمده اینا نداشتن و هیچ نوع مشکل سیاسی را ایجاد نکردن یا هم یک سردردی را برای نظام ها ایجاد نکردن و یک روابط نیک و حسنه و خوبی داشتن. کشور ازبکستان از منابع طبیعی سرشار برخوردار است و طبیعی است وقتی که بحث از روابط اقتصادی میاد، در تابستان همین سال گذشت، سال روان، صدر یک هیئت عالی رتبه ازبکستان به رهبری صدر اعظمشان که به افغانستان آمدند و به ارزش 2.5 میلیارد دلار توافقنامه تجاری و سرمایه‌گذاری اینا امضا کردند با حکومت امارات اسلامی افغانستان و ضمن تعهد سپردن که تا 4 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنند و این ارقامی که نشر شده که در حدود 1 میلیارد دلار روابط تجارتی ما داشتیم به نظر من یک ارقام خوبی است و در وضعیتی که فعلا افغانستان قرار داره با مردم افغانستان که بیشتر از 85% زیر خط فقر زندگی میکنه، ما نیازمند روابط اقتصادی خوبه با هم همسایه خود داریم، بخصوص در یک وضعیتی که فعلا تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته حکومت ما را، ازبکستان روابط نرمال خوبه داشته، سفیرش یا سفارتش فعال است، ایجا اوجا سفارت ما فعال است و تا حد سهولتهایی را برای سکتور خصوصی افغانستان ایجاد کردن و خوب است که ما بیلانس تجارتی خودم حفظ بکنیم، چون طبیعی است وقتی که بیلانس تجارتی ما تعادل نداشته باشه و گراف واردات ما بیشتر از 85% یا 90% باشه در مقابل صادرات ما کمتر باشه، پس این برمیگرده به کارخانگی ادارات سکتوری افغانستان، بخصوص وزارت صنعت و تجارت و که در رأس ادارات است و سکتور خصوصی افغانستان و اتاقهای تجارت باید روی فرصت‌های سرمایه گذاری و روی فرصت های صادراتی که کدام اقلام ما میتونه صادرات داشته باشه، چی به شکل ترانزیت از راه ازبکستان به دیگر کشورها و چی مستقیم به ازبکستان. بله. و مطمئن عظیمی بهتر میدونین که خب افغانستان یک کشور صنعتی و یک کشور تولیدی نیست، ولی ما در بخش کشاورزی فراورده های زیاد کشاورزی داریم که به بهای اندک در افغانستان به فروش میرسه. مثلا انگور افغانستان رو شما امسال دیدین که به بهای ناچیز در بازارهای کابل به فروش میرسید، یا این گونه حال انار قند قندهار را میبینین که یک سیر انار قندهار در بازارهای کابل تا 100 یا 150 افغانی، نهایت 200 افغانی با فروش میرسه. فکر میکنین چطور باید امارت اسلامی حداقل استفاده بکنه از بازارهای ازبکستان تا امی کالاهای کشاورزی افغانستان اونجا به فروش برسه؟ دقیقا قسمی که ما در صحبت هایم گفتم که این به وظیفه یا کار خانگی ادارات سکتوری افغانستان رب داره، بخصوص در رأس وزارت صنعت و تجارت که باید در این راستا تلاش های بسیار زیاد صورت بگیره با هماهنگی با سکتور خصوصی افغانستان که کدام بازارهای جدید را برای محصولات و فرآورده‌های افغانستان اونا اوجه مساعد بسازه و بازاریابی بکنه. و ضمناً در این اواخر ما میبینیم که در خصوصا در 5-6 سال اخیر صنعت افغانستان هم رشد خوبی داشته، ما بیشتر از 200 اقلام تولیدی در افغانستان فعلا تولیدات است و
ممکن بیش از 10,000 فابریکات فعال باشه. زمینه خوبی مساعد شده برای پروسس محصولات زراعتی ما که باید ایجا حکومت هم پیش قدم شود و سکتور خصوصی را تشویق بکنه که فابریکات بیشتر ایجاد شود و احداث شود در قسمت پروسس میوه‌جات ما، سبزیجات ما، تا در او فصل و زمان ازی بی‌ارزش نباشه و او به شکل خوب پروسس شود و استانداردهای بین‌المللی چی با ازبکستان و با کشورهای آسیا میانه و با کشورهای خلیج ای صادر شود. یک چیزی که بسیار مهم است، افغانستان برای زیرساخت‌ها نیازمندی بسیار جدی داره که ازبکستان یکی از کشورهای پیش قدم بوده در این راستا. پروژه ترانس افغان که تاشکند و مزار شریف و کابل تا پیشاور وصل میکنه و روی از او در حدود 6 میلیارد دلار تخمین سرمایه‌گذاری شده که این کار اگر هرچی زودتر آغاز میشه زمینه ساز از این که صادرات افغانستان بیشتر بسازه و چی همو سود ترانزیتی که بخصوص کشورهای آسیای میانه شما بهتر میفهمید که از طریق افغانستان اینا صادرات دارن برای آسیای جنوبی بخصوص پاکستان و هند و به این مارکت ها از طریق افغانستان اینا دسترسی دارن و همچنان کشورهای آسیای جنوبی از طریق افغانستان به آسیای میانه دسترسی دارن. پس ما اینجا گفته میتونیم که با یک دیپلماسی فعال وزارت خارجه و با یک کارخانگی فعال وزارت صنعت و تجارت که باید اینا در این عرصه همو ادارات سکتوری کار بیشتر بکنند تا چخصم بتانه ما صادرات خود رشد بتیم در مقابل واردات. خیلی سپاسگزار. آقای مایل، با باور شما بازرگانان افغان با چه چالش های روبرو هستند وقت تجارت میکنن با ازبکستان که میشه رفع شوه؟ در رابطه به مشکلات های تاجرا و صنعتکارا و سکتور خصوصی افغانستان که یکی از او مشکلات ویزا بود و دومش مشکلات ترانسپورت و ترانزیت بود، مشکلات سرحد، عبور از سرحد حیرتان ترمیز بود که لیلا الحمدی اواخر صحبت هایی را که بین دو کشور صورت گرفت آیسته آیسته در این سهولت ایجاد شده و ما خواهان بیشتر تحصیلات و سهولت هستیم که برای سکتور خصوصی افغانستان مساعد شود. ما از یک طرف از دولت افغانستان تقاضایی هیره داریم که به خاطر بهبود شدن وضعیت تجارت و صنعت افغانستان و به خاطر رشد بیشتر و خوبتر صادرات ما در شرایط کار در کارگوی به سرحد ترمز ازبکستان از محلی به میاری تبدیل شود. یعنی ما در اونجا بتانیم دادوسودهای بزرگ و تجارت در اونجا انجام بدیم، چون در این سرحد و یا در این کارگو سنتر آل افغانستان دسترسی پیدا کرده و میتونه که تا جرانش از اونجا استفاده کنه و با تفاهم دو دولت و تفاهم دو سکتور و همچنان بازار مشترک که بین افغانستان و ازبکستان ایجاد شده و از اون بازار مشترک فعلا هر دو کشور استفاده میکنن. ما در این هم خواهانی ای هستیم که بازار هم از محلی و میاری تبدیل شود که تا ما تانسته باشیم در این بازار هم داد و ستودهای بزرگ صورت بگیره، تاجرای افغانستان هزار گوشه و کنار افغانستان در هی مارکت که تو در هی بازار مشترک بیان و همچنان تاجرای کشور ازبکستان بتانن اینجا معاملات بزرگ تجارتی صورت بگیره و به همون شکل در ترانسپورت و ترانزیت ما هم معاملات صورت بگیره و ما بتانیم از این مسیر ابو ترانسپورت و ترانزیتی که ایجاب میکنه او را کار کنیم. این چیزا باعث رشد صادرات ما میشه و از یک طرف دیگه از وزارت محترم ترانسپورت زمینی افغانستان خواهش هیر دارن باز زحمت و تلاشی که در عرصه ترانسپورت زمینی در این اواخر کشیده شده و ترانسپورت زمینی در حال یک سردرگمی و تمام وسایل ما فاقد اسناد تعیین مراحل شده در چندین سال بود. اینا را کلش زحماتش وزارت ترانسپورت کشیده و تمام وسایل اگر نه اکثریتش شناسایی شده و بایومتریک شده و بالاخره تمدید جواز شده، ولی این بسنده نیست. ما از وزارت محترم
ترانسپورت زمینی افغانستان می خواهیم که شرکت های ترانسپورتی بزرگ و میاری مجهز و مدرن ایجاد بکنه که تا ما بتانیم از او ترانسپورت ها و از او وسایط های مدرن و مجهز میاری برای سفرهای یا انتقالات از آسیای میانه استفاده کنیم. ببینید ما فعلا تنها به انتقال کالاها میتونیم بگیم در روز 5-600 اراده موتر عمر عمر میکنه از این کشور به اون کشور رفت آمد میکنه و انتقالات کالا داره، ولی ما این را بسیار یک مسیر بزرگ میبینیم. اگر ما موترهای میاری پیدا بکنیم و شرایط ترانسپورت ما بهتر شوه، ما میتونیم از ازبکستان تا روسیه از این انتقالات استفاده کنیم، از وسایل قزاقستان ما میتونیم استفاده بکنیم. از اون لحاظ از ترانسپورت زمینی هم ما تقاضایی را داریم که موترهایی که به کشورهای آسیای میانه سفر میکنه و این موترها دقیقتر و بهترتر و حمایت شوند و ترانسپورت های مدرن و مجهز فعال شوند تا تانسته باشیم. این خودش یک نوع این راهی است که ما در چندین سال دولت ما و یا ترانسپورت ما و سکتور ترانسپورت ما میخواست که ما اجازه بیافتیم بریم به کشورهای همسایه، مانند از این که موترهای کشورهای همسایه در افغانستان می آمدن و کالاهای وارداتی بار انتقال می دادن، ولی ما هم این دسترسی را حال در کشور ازبکستان پیدا کردیم. مشروط به این که روی هزی برنامه کار شود تا که ما بتانیم استفاده هضمی کنیم. با تایید نظریات جناب عظیمی صاحب، حال مربوط بر سکتور خصوصی افغانستان، بر صادر کننده های افغانستان، بر زارعین و زراعت افغانستان وقت است و زمان میسر شده. چقدر خودم میتونن در مارکت ها حیار بسازن و چقدر میتونن کالاهایشان یعنی تولیداتشان و یا پیداوارشان میاری بسازن، پکینگ درست بکنن، کیفیتش خوب بسازن تا در مارکت ها جای پیدا کنن، که یکی از آرزوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است که هم از تولید کننده ها و هم از زارین میخواییم که تمام کالاهای تولیدی و تمام کالا پیداوار افغانستان میاری بسید. خیلی سپاسگزار. آقای عظیمی بابار، شما آیا ازبکستان میتونه در دراز مدت شریک خوب تجاری به افغانستان باشه؟ بله 100% میتونه و این را ثابت ساخته تقریبا در 20 سال 25 سال اخیر هم ما در سالهای مختلف بیلانس های مختلف داشتیم، خصوصا در 3 سال اخیر که به قدرت رسیدن حکومت امارت اسلامی افغانستان بوده، کشور ازبکستان بیشتر داد و ستود اقتصادی به افغانستان داشته و یک روابط نرمال داشته. مادن افغانستان که بیشترین چشم ها به او دوخته است و میتونه به رفاه اقتصادی افغانستان برسانه، در این قسمت ما میتونیم که یک پارتنر خوبه با کشور ازبکستان و سکتور خصوصی ازبکستان باشیم، چون اونا یک تجربه خوبی از معادن استفاده معادنشان دارن، بخصوص معادن استخراجی نفت و گاز و که در امیه آخر نفت و گاز یک معدنی که برای 10 سال در جزجان افغانستان سپرده شد به یک شرکت ازبکی و این هم یک گام بسیار مهم بود که چون از اون تجارب از اونها ما باید بیاموزیم و در پهلوی از این که یک زمینه خوبی را حکومت برای جلب سرمایه‌گذارهای خارجی مساعد بسازه، باید تشویق بکنه و حمایت بکنه سرمایه‌گذارهای داخلی خودم که بیشتر در این راستا اونا هم تشویق شد و ببینن سرمایه افغانا بیشتر فعلا در کشورهای خلیج و در اروپا و حتی در امریکا به شکل سرگردان و پریشان است و اطمینان از این را ندارن که او را دوام بتن یا هم از لحاظ از این که آینده از او چی میشه. یک فرصت خوب است به حکومت که جلب بکنه سرمایه‌گذارهای افغان خود به کشور و دعوت بکنه و زمینه خوبی که فعلا مساعد شده، امنیت سرتاسری است، صلح آمده. امیدوار هستیم که روی پروژه های اقتصادی به خصوص ساخت زیربناها که بسیار مهم است، بحث زیربناها و در این راستا در ساخت زیربناها کشور ازبکستان بسیار موثر تمام. اما اولویت ها چی باید باشه در این زمینه که خب حداقل در دراز مدت
افغانستان بتانه شریک خوب باشه به ازبکستان در بخش تجاری و داد و ستد افغانستان بیشتر شود و مخصوصا بیلانس تجارتی حفظ شود؟ ببینن در قرن 21 همه پالیسی ها، همه سیاست ها و حتی همه جنگ ها متمرکز میشه به منافع اقتصادی. هر کشور دنبال منافع اقتصادی است، چه کشورهای بزرگ باشه، چه کشورهای کوچک باشه. ما میتونیم که با درجه یک دشمن خود هم در این شرایط بیایم کنار از روی روابط اقتصادی. و او کشورهایی که متخاصم بوده با افغانستان تا 40 سال یا 50 سال گذشته، اونها را متقاعد بسازیم که بیان روی میز از منافع اقتصادی از اونها هم ما اطمینان بدیم اونها را که افغانستان یک جایگاهی است که منافع اقتصادی کشورهای همسایه، منطقه و فرا منطقه ایجا مساعد میشه. و من مطمئن هستم که با مو نگاهی که بر افغانستان منعیس چارهای اقتصادی منطقه تصور میگردید، او باید تحقق پیدا بکنه و فعلا زمینه خوبی از او مساعد شده. ما اگر اوضاع منطقه را بررسی بکنیم، در پهلوی ما که پاکستان و مصابیه کشور اتمی، اما از لحاظ اقتصادی بسیار با مشکلات و چالش های بزرگی روبرو است. حکومت ما، دیپلماسی فعال ما میتونه که پاکستان وادار به این بسازه که بیا از لحاظ بود اقتصادی با افغانستان کنار بیا و منافع اقتصادیش تامین شود. بهترین اولویت باید این باشه که سیاست از اقتصاد و تجارت باید جدا شود با همسایه های افغانستان. فقط سیاست ما اقتصاد محور شود و با هر کشوری که ما روابط تامین میکنیم اقتصاد محور شود و مطمئنن که از او جهت کشورها میای به افغانستان و به اساس منافع اقتصادی سرمایه گذاری هم بیشتر میشه و مشکلات فعلی که فقر و بیکاری است هم از بین میره. خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی. میرسیم به پایان محور. شب بر همه شما خوش.